شما به اسپیس فارسی گوش می درود بر شما شنوندگان گرامی این پادکست خبری امروز پنج شنبه دوازده سپتامبر 2024 دو و و اسپیس فارسی است که من پیمان جمالی اون رو تقدیم حضورتون می کنم پلیس ایالت ویکتوریا هشدار داده است که به خوبی آماده است تا با هر معترضی در خارج از کنوانسیون بزرگ تسلیحات در ملبون که رفتار خشونت آمیزی نشان دهد برخورد کند اعلام این خبر پس از صحنه های آشفته ی تظاهر کنندگان ضد جنگ در روز گذشته در خارج از محل این کنوانسیون صورت می گیرد. آلن نخست وزیر ایالت ویکتوریا میگوید آنچه دیروز رخ داد یک اعتراض مسالمت آمیز نبود. گفتن ایس چهل و دو نفر به اتهام حمله به پلیس برافروختن آتش و مسدود کردن راهها دستگیر و متهم شدند. قانون افزایش 15 درصدی دستمزد کارگران شاغل در مهد کودک در طی دو سال آینده امروز 12 سپتامبر به پارلمان ارائه خواهد شد این افزایش حقوق که بودجه آن توسط دولت فدرال استرالیا تامین می شود طی دو سال ابتدا 10 درصد در ماه دسامبر امسال و 5 درصد دیگر در سال آینده انجام خواهد شد آلبرتو فوجیموری رئیس جمهور سابق پرو در سن 86 سالگی در لیما پایتخت این کشور درگذشت. درگذشت او توسط دخترش در شبکه اجتماعی اکس اعلام شد. همکاران نزدیک او در اوایل روز به ملاقات او رفتند و گفتند که وضعیت او وخیم است. نیروهای روسیه ضد حمله قابل توجهی را علیه نیروهای اوکراینی که ماه گذشته راه خود را به سمت غرب روسیه شکستند آغاز کردند و بنا به گزارش ها برخی از مناطق را پس گرفتند اوکراین در ششم آگوست بزرگترین حمله خارج از خاک خود از زمان جنگ جهانی دوم را به روسیه انجام داد و به منطقه کورسک نفوذ کرد حمله متقابل نیروهای روس در حالی انجام می شود که دیوید لامی وزیر امور خارجه بریتانیا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را با جوزف استالین و کاترین کبیر مقایسه کرده است آقای لامی همچنین عرضه موشک های بالستیک ایران به روسیه را یک تحریک خطرناک خوانده است روز گذشته ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان تهرام را متهم کردند که به مسکو موشک ارسال می کند و تحریم های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه ای را تصویب کرد که تحریم ها علیه سودان را تا سپتامبر 2025 تمدید می کند. این تحریم ها شامل مسدود کردن دارایی ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی تا 12 سپتامبر 2025 است. نماینده سودان می گوید شواهد انکارناپذیر وجود دارد که جنایات جنگی در دارفور انجام می شود. جرمیل راکلیف نخست وزیر ایالات تزمنیا از هزینه های دولت خود در حالی که دولت آماده می شود بودجه سالانه خود را این بروز ارائه کند دفاع کرد آقای راکلیف می گوید علا رقم ارقام جدید تجدید نظر شده که نشان می دهد کسری بودجه از نزدیک به 300 میلیون دلار به 1.5 میلیارد دلار نسبت به سال مالی گذشته افزایش یافته بودجه این ایالات مسیر دستیابی به یک مازاد بودجه را ترسیم می کند. این به دلیل افزایش تقریبا 600 میلیون دلاری قرامت کنونی و تخمینی آتی این ایالت به بازماندگان سوء استفاده جنسی از کودکان است. و تیلر سویفت ستاره موسیقی پاپ پس از مناظره کمالا هریس و دانالد ترامپ از خانم هریس حمایت کرد و گفت که نامزد دموکرات ها می تواند کشور را با آرامش به جای هرج و مرج رهبری کند. خانم سویفت به بیش از 280 میلیون دنبال کننده خود در اینستاگرام گفت که در انتخابات 5 نوامبر به معاون رئیس جمهور ایالات متحده رأی خواهد داد. شنوندگان گرامی پیمان جمالی هستم و این پادکست خبری امروز پنجشنبه دوازده سپتامبر 2024 اسپیس فارسی بود که اون رو تقدیم حضورتون کردم لایک شیر کامنت اسپیس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید